که اینجایی. عالی بود، خیلی عالی بود. آفرین، آفرین. آره. ببینم چیزی میخوری؟ گلوت خشکه. خوبه نوشه جان. نوشه جان. وقتی نگات میکنم بعضی وقتا یه آدم خیلی خیلی خشن رو میبینم، بعضی وقتا هم یه پسر جذاب دبیرستانی، بعضی وقتا هم چی؟ مثل بچه‌ای که اسباب بازیش ازش گرفتن، ناراحت، معصوم. انگار منتظر یه چیزی هستی، انگار چشم برایی. سرم خیلی درد میکنه. دارو خونه دیدی نگهدار قرص بخره. ای کاش از خونه بر میداشتی. الان مجبوریم دنبال دواخونه شبانه روزی بگرد. آخه با عجله از خونه در اومدی، یادم نیفتن. بله بفرما. وقتی گوشی رو نگاه کردی کنجکاو شدی بدون این کیه، اعتراف کن. اسم خودتو اینجوری سیف کردی، جالبه. خب چی کار میکنی؟ هیچی، داشتم موزیک گوش میدادم. تو چی؟ هنسفری منو تو گرفتی؟ داداش قطع میکنم، خدافز. وایسا قطع نکن. وا چی شد؟ چرا انقدر ناراحت شدی؟ بشین داداش، چی برات بگم؟ فرشته جاده ها. فرشته جاده دیگه چی؟ داداش ببین چقدر خوشگله. فرشته جاده ها اینه؟ آخه تو جاده با هم آشنا شدیم، با موتور مسابقه دادیم. وای اگه میدیدی موتور سواری شو. پس باختی یعنی؟ داداش از قصد باختم، حقش نبود ببره، یکم جنتلمن بازی در آورد. بگو میخواستم مخشو بزنم. صبر کن داداش، این که چیزی نیست. نیمه گم شدمو پیدا کردم. امسال حتما کنکور قبول میشم، برای اینکه با این دختره بخونم. این دختره دانشجوه؟ آره داداش، تو دانشگاه اورلاداخ ترم اوله. وای ببینیم و تعریف کنیم آقا مراد. داداش فقط از الان بگم دیگه داره نوبت تو میشه. داداش فکرتم همین روزا میاد میگه داره بابا میشه، اون وقت اسم سلطانم گیر میده به تو که باید زن بگیری. درس تو بخون آقا مراد، درس بخون. دختره داره لیسانس میگیره، تو هنوز اینجایی. تو هنسفری نداری؟ نه داداش ندارم. نخن. واقعا مثبته نه؟ وای خدا اگه شلوغ نبود اینجا داد میزدم. نه تو رو خدا، به اندازه کافی تو خونه داد زدی. ای خدا. دکتر معاینت کرد، دخترمون چطوره؟ عشقم دکتر چیه؟ معاینه برای چی؟ امروز آزمایش دادم، تازه اگه معاینم بکنی فعلا اندازه یه شپشه. ای بابا چرا به بچه من میگه شپش؟ عجبا شپش. فردا صبح زود بلند شو بریم پیش دکتر، باشه؟ نه اصلا همین الان میریم. پاشو. صبر کن، آروم باش. نمیتونم صبر کنم. ببین یه بار اون موقعی که جواب بله دادی، یه بارم الان قلبم داره از جاش در میاد، دارم دیوونه میشم. دوست دارم. منم شما رو خیلی دوست دارم. ما رو؟ دوتامونو. از الان دوتامون شدی؟ آره حسودیت شد نه؟
یکم دیگه بخور ببینم. دخترم اون تو از گرسنگی میمیره. باز کن دهنتا. آفرین دخترت. آره دخترم. باز کن. اوه آفرین. Eksik bir şey mi var hayatımda? Gözlerim neden sık sık dalıyor? Eksik bir şey mi var hayatımda? Gökyüzü bazen ciğerime doluyor. Anlatamam, atsan atılmaz, satsan satamam. Eksik bir şey mi var anlayamam. Bak çayım, sigaram, her şeyim tamam. Eksik bir şey mi var anlayamam. Bak çayım, sigaram, her şeyim tamam. Kalksam duram. Bio. Osman, ben amadem, bereyim film bebinim. Ey بابا این آهنگا چیه دیگه؟ چرا خودت اینجوری تو قمه قصه حبس میکنی ها؟ خب نه من آهنگای قدیمی دوست دارم. منم فیلمای قدیمی رو دوست دارم. خیلی خب فیلمو بردار بیا. چشم. حالت خوب شد نه؟ دوتایی با هم اومدیم اینجا. میرم خونه رو ببینم. من میرم شومینه رو روشن کنم. آخ پسر جون تو به این دل دادی ولی نامزده چه بلاهایی که سرت نمیاره. ببین من نگفتم. خب چرا دختره با این نامزد کرد؟ دل دیگه هم اون عاشقه هم این یکی. قبلا این فیلمو دیدی یعنی؟ دیدن نمیخواد بابا چه فرقی میکنه همه چی معلومه. ببین آدمی که دختره دوستش داره یه لاته بی سر و پایه، اما اونی که دختره رو دوست داره با شخصیته. تو فقط میتونی به دختره نگاه کنی. آره همین. مامانم تا شنید واقعا شوکه شد.
ولی خوشحال شد. حالا میبینی از فردا چطوری غذا درست میکنه، مثل پروانه دورت میچرخه. دیگه هرچی هم که باشه نویه اون تو شکمته. عثمان و مرادم خوشحال شدن. ای کاش فکرت اینام اونجا بودن. چی شد؟ بازم چشمات پر از اشک شد. دلم برای مامانم تنگ شد. اگه الان اینجا بود. ناراحت نباش، اون تو رو میبینه. میبینه که چه زن فوق‌العاده‌ای شدی. قرار مادر خیلی خوبی بشی. همه رو میبینه، نگران نباش. یعنی واقعا میبینه؟ پاشو بریم دیگه، میخوام ببرمت بهترین کنسرت دنیا. چی؟ آخه دسرم هنوز تموم نشده. بلندشو بریم. بیا بچه دلش دسر میخوام. برخشیم. نمیشه اینو خاموش کنی؟ سرم خیلی درد میکنه، داره میترکه. شرابم گذاشتم، نمیتونم بخورم، قرص خوردم. گوش نم شد، یه چیزی بخوریم. این چه کنسرتیه؟ کنسرت رو خبر ندارم. یعنی یه خواننده جدید اومده؟ تو چرا میخوای سورپرایز منو خراب کنی؟ ها؟ صبر کن، الان میبرمت یه کنسرت خیلی عالی. وای فاروق، بگو دیگه، مسخره بازی در نیار. وای چی گفتم دخترم، تو که اینو نشنیدی؟ نه حرف قشنگی نزدم، یادت باشه باید به پدرت احترام بذاری. ایپک بسه، باز چی شده؟ میخواستی تنها باشی، تو خونه راحت نبودی، الان که تنهاییم چی شده؟ چرا باز عصبی؟ چه جالی، تو چرا انقدر آرومی؟
ما رو فرستادن اینجا تبعید، فکر کنم حواست نیست. تاوان همه چیو ما باید بدیم. تو هم که صدا در نمیاد. بعدش بگو اپیک چرا اینقدر عصبانی؟ این بهترین آهنگ دنیا نیست؟ همه چیز رو به راهه؟ آها باشه، فهمیدم. من چند دقیقه دیگه میام خونه. باشه، خداحافظ. تو اینجا چی کار میکنی؟ خب با همکارام آشنا شدم، بعدم کارم انجام دادم، الانم منتظر تو بودم. بریم بریم. میدونستم اینطوری میشه، همش با هم دعوا میکردیم. ایپک تمومش کن، حوصله ندارم. میدونم برای تو هم سخته، اما تو هم که کوتاه نمیای، مثل بچه ها لج میکنی.
به نظرم فاروق حق داره عصبانی بشی. بهت گفتم تمومش کن، نمیخوام امشب حتی یک کلمه دیگم حرف بزنی. باشی فکرت. داری چی کار میکنی؟ فکرت ما با هم حرف زدیم، قرار بود به هم زمان بدیم، اون زمان هیچ وقت نمیرسه. نه شاید هم منو دوست نداری، شاید هم منو نمیخوای. این حرفو چیه میزنی؟ باشه، پس اگه دوستم داری خودتو بسپر به من. بیا فکرت شروع کن. بیا. مبارک باشه داداش، مبارک باشه. خیلی ممنون. بیا بزن دیگه، آفرین، همینه. آه ماشاءالله. ای جونم، آفرین داداش، آفرین. بیارش مراد، بیارش. بیا. چیه؟ نمایشتون تموم شد؟ برادراش خواستن جشن بگیرن. نه خیر، این فکر تو بود. درسته، پیشنهاد دادن منم قبول کردم، فکر کردم فاروق خوشحال میشه. ما اینجا با سر و صدا همه چیو به مردم جار نمیزنیم، نصف شب با طبل و آهنگ جشن نمیگیریم. انگار هنوز رسم و رسومات ما رو یاد نگرفتی. قبل از هر چیزی اسما خانم، دیگه بسه،
قبل از هر چیزی باید حرفامو بشنوی، چون من به اندازه یه کافی حرفای شما رو شنیدم. وقتی با من حرف میزنی مواظب باش. بودم، بیش از حد مراقب بودم. اصلا قصه نخوری، از وقتی پامو گذاشتم تو این خونه به هر کلمه‌ای که از دهنم در اومده به تک تک حرفام دقت کردم، ولی شما متوجه نشدی. خواستم مادر صداتون بزنم ولی اجازه ندادی. پایین سالگرد بود، هیچی نگفتم چون درست نبود، ولی این کار آخرتون رو دیگه نمیتونم هضم کنم. شما با یه دروغ میخواستین منو از فاروق جدا کنین. اسما خانم، میدونین این کارتون یعنی چی؟ اگه من دوباره اومدم تو این خونه، اگه دوباره اومدی تو این خونه، برای اینه که یه ذره غرور نداری. نیازی نیست موقع شب منو نصیحت کنی. برو به اون بچه‌ای که تو شکمت دعا کن، وگرنه یه جور دیگه باها طرف میزنم. اسما خانم، انگار متوجه نیستی. هر بار که میخواین ما رو زمین بزنین، باز ما با قدرت بیشتری بلند میشین. واقعا اینا رو نمیبینی. شما میخواستین ما رو جدا کنین، ولی ما بعد از اون یه خونواده شدیم. و البته حرفتونم خیلی قشنگ بود. نوه برونا تو شکم منه و من زنیم که تونست گریه های خوشحالی فاروق رو ببینه. چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد، چه قبول کنین چه نکنین، ولی بعد از شما خانواده برونا دست من امانته. من هر کاری از دستم برمی اومد برای شما کردم. دنبال یه راه بودم که با هم باشیم، ولی بعد از این تصمیم با شماست. میخواین با من بجنگین؟ ای کاش اینطور نخواین. ولی حتی اگه بخواین بجنگین، با هاتون میجنگم، چون من مادری نمیشم که جلوی بچهش ذلیل و بی ارزش بشه. شما رو صدا میکنن. فاروق مامانت حالش بد شده، زود باش بیا. ماشین رو روشن کن، آکف به دکتر زنگ بزن. باشه داداش، اون با من. گلستا برو به بچه‌ها خبر بده، بودو زود باش. بابا چی شده؟ بودو سارا چی شده؟ چی شده؟ فاره. اسما خانوم، فاروق اسما خانوم، بذار این دقیقه پاسش رو بیا بهتون نفس بکشی. صبر کن صبر کن، حالش چطوره؟ مامان حالش خوبه؟ دورش شلوغ نکن. داداش بهش نمیاد.
مامان بهوش بیا. برو کنار. برو کنار. آروم باشی. آروم باشی. برین کنار هوا بیاد. برین کنار هوا بیاد. یه چیزی بگو مامان. برین کنار هوا بیاد. مامان حرف بزن. مامان تو رو خدا بلند شو. مامان چی شد؟ من صدای عروس خانومو شنیدم، دویدم اومدم. من اون لحظه داشتم از جلوی در رد می شدم، یه صدایی شنیدم. مامان قربونت برم پاشو. ببینم تو حالت مامان خوبه؟ مامان تو رو خدا جواب بده. مامان جون تو رو خدا. مامان تو رو خدا یه لحظه آروم باشین دیگه، آروم باشین. مامان خواهش میکنم جواب بده. عثمان مامان تو رو خدا آروم باشی. عثمان عثمان داداش داداش خوبی؟ عثمان تو خوبی؟ آروم باشین دیگه، عثمان خانم حالش خوب میشه. بابا چرا انقدر نگران اینطوریش نمیشه دیگه؟ اینا مال از کجا موند؟ مامان چشاتو باز کن. مامان تو رو خدا چشاتو باز کن. خفه شو. عثمان الو عثمان چی شده؟ فکرت ما داریم مامانو میبریم بیمارستان. چرا؟ یکم حالش خوب نیست دیگه. حالش بد شدی های. باشه باشه الان را میفته. کسی بهش زنگ زده بود، با کسی حرف زد. تو چیزی نشنیدی سریا؟ تا حالا ندیدم مامانم حالش بد بشه. وقتی اونجوری رو زمین دیدمش، خدای خودت کمک کن، خودت کمک کن.
ایپک ایپک مامانم حالش بد شده، بردنش بیمارستان. چی شدی؟ دقیق نمیدونم، فکر کنم سکته قلبی کردی. میخوام لباس بپوشم. ایپک من تو ماشین منتظرم. لعنتی زمان چقدر دیر میگذره. همه چی درست میشه، فکر رو یه بد نکن عزیزم. عزیزم تو نباید سر پا بمونی، بهت گفتم نیا ولی خودت اصرار کردی. بذار آکف تو رو ببره خونه. نمیخوام، منم باید ببینمش، باید ببینم حالش خوب شده باشه. یعنی اون که اونجا خوابیده مامانه؟ یعنی مامان حالش بد شده؟ مراد آروم باش پسر، قوی باش. باشه؟ اسما سلطان خوب میشه، نگران نباش. اون تا نوه هاشو نبینه و بزرگشون نکنه جایی نمیره، خیالت راحت باشه. باید جواب آزمایش‌ها رو هم ببینم. ببین اسما، خواهش میکنم درست حسابی از اول تعریف کن ببینم چی شده. بچه ها میتونین برین، دخترم شما برین. عکسا که هیچی نشون نمیده، نمیفهمم چی شده. یعنی من اونجوری نگاه نکن. تو فکر کردی سر و کله زدن با 4 تا دیوونه خیلی راحته ها؟ تو چی کار کردی؟ گناه دارن، بچه هاتون بیرون از نگرانی دارن میمیرن. آخه چی کار کردن که اینجوری تنبیهشون کردی؟ حالا من چی بگم بهشون؟ بهشون بگو مامانتون نمرده، زنده است. بالاخره سن و سالی ازم گذشته، نباید عصبی بشم مگه نه؟ اسما از دست تو. ابراهیم غر نزن، تو منو میشناسی. هر چقدرم که حالم بد بشه بازم سر پا. نمیخوام شکایت پسرامو بکنم ولی انقدر ضعیف نشدم که به خاطر یه مریضی ساده خونه نشین بشم. اگه خواهشی هم ازت بکنم، که البته میکنم، پس حتما یه چیزی میدونم. خب ببین چقدر ناراحتم کردن که به این حال و روز افتادم ابراهیم. انقدر مشکلات دارم که حتی نمیتونی تصورشم بکنی. ببینم حتما باید مریض بشم تا به هم برسی؟ ببینم مگه تو دکتر من نیستی؟ قبل از اینکه حالم بد بشه خب به هم رسیدگی کن دیگه. آخ آخ آخ، عجب زنی هستی تو اسما سلطان.
چی شده؟ مامانم کجاست؟ دکتر بالا سرشه. من رفتم سعی سالم بود. چی شد یهو؟ دستت چی شده؟ چیز مهمی نیست داداش. یعنی چی مهم نیست؟ باید به دکتر نشون بدم. داداش جدی میگم. مهم نیست. یه زخم ساده است. بعدا نشون میدم. شما بگید ببینم چی شده. خدا رو شکر وقتی سرایا میرفته تو اتاقش سر و صدا شنیده و بهمون خبر داده. وگرنه کسی نمیفهمید حالش بد شده. اگه سرایا نبود نمیتونستیم به موقع برسونیمش. ممنون سرایا. میگم نکنه از هیجان زیاد اینطوری شده. چی؟ بچه ها بریم اتاق من، یکم با تون حرف دارم. عزیزم تو با ایپک اینجا بمون. آکف دخترها رو باید بزن. برو خیالت راحت.